با جنگنده های خریداری شده ایران بعد از انقلاب بیشتر آشنا بشید. سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی کانال پارتیزان، خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه های ما. امروز هم در خدمت شما هستیم با بررسی جنگنده هایی که بعد از انقلاب برای نیروی هوایی کشورمون خریداری شد. اما قبل از اینکه به چیزی اشاره کنیم، اگر تا الان ما رو سابسکرایب نکردید لطفاً ساب کنید و با لایک ها و کامنتاتون از ما حمایت کنید. حالا برسیم به اصل مطلب و برنامه که امروز. ایران تا قبل از انقلاب خریدار پروپا قرص جنگنده های آمریکایی بود. با وقوع انقلاب بسیاری از خریدهای نیروی هوایی مثل خرید F-16 ها و آباکس ها لغو شدند و به فاصله کمتر از 2 سال یک جنگ 8 ساله با عراق آغاز شد. در ابتدای جنگ نیروی هوایی ایران کاملا دست برتر رو داشت و در هر جایی از عمق خاک عراق که تمایل داشت عملیات تهاجمی انجام میداد. از طرفی با وجود جنگنده قدرتمندی مثل F-14 عراقی ها در نبرد هوا به هوا هم کار دشوارتری داشتند. اما با گذشت چند سال از جنگ به علت تحریم های آمریکا و عدم امکان خرید قطعات یدکی و جنگنده که جدید توان نهاجا شروع به افت کرد. افت نهاجا تا پایان جنگ ادامه داشت به شکلی که در روزهای آخر جنگ نهاجا کمتر از 50 جنگنده عملیاتی و سالم رو در اختیار داشت. بسیاری از جنگنده های ایران در طی جنگ سرنگون شدند و یا آسیب دیدن. اونهایی هم که سالم بودن نیاز به تعمیرات دوره‌ای و قطعات یدکی داشتند. بلافاصله بعد از پایان جنگ ایران برنامه گسترده‌ای رو برای بازسازی توان نظامی خودش تدارک دید. البته در سالهای پایانی جنگ هم نهاجا به دنبال خرید جنگنده رفته بود. اما با توجه به اینکه فقط چین به ایران جنگنده میفروخت، تنها موفق به خرید تعدادی جنگنده F-7 شد. در واقع جنگنده های F-7 جزو اولین جنگنده هایی هستند که بعد از انقلاب به شکل نوساز وارد ایران شدن. این جنگنده چینی در حقیقت یک نسخه و کپی از میگ 21 روسی هستش. البته نسخه چینی کیفیت بسیار کمتری نسبت به نسخه روسی داره، اما به لطف استفاده از برخی از تجهیزات غربی در برخی از زمینه‌ها بهتر از میگ 21 عمل میکنه. روایت‌های مختلفی در خصوص تعداد جنگنده های F-7 دریافتی توسط ایران مطرح شده، اما اون چیزی که همه منابع در موردش اتفاق نظر دارن اینه که ایران در سری اول 18 فروند نسخه تک سرنشینه و 7 فروند نسخه دو سرنشینه رو از چین دریافت کرده. برخی منابع معتقدن که ایران در دهه 90 میلادی حداقل 24 فروند F-7 دیگر رو هم دریافت کرده که البته به شکل قطعی قابل تایید نیست. F-7 های ایرانی به نمایشگر درون کابین و HUD و یک رادار برد کوتاه مجهز هستند. موشک اصلی F-7 هم موشک PL-7 ساخت چین. این موشک رو باید یک کپی بی کیفیت از موشک فرانسوی ماجیک بتونید. برای عملیات های تهاجمی هم F-7 های ایرانی به بمب های سقوط آزاد و راکت مجهز هستند. در حال حاضر بیشتر این جنگنده های چینی در پایگاه اصفهان مستقرن. اما حالا بپردازیم به میگ 29. این جنگنده اولین شکاری نوساز روسی بود که وارد خدمت نیروی هوایی ایران شد. جنگنده میگ 29 یه جنگنده دو موتوره و تک سرنشینه ساخت شوروی که از دو موتور توربوفن RD-33 با حداکثر توان 18000 پوند استفاده میکنه. میگ 29 در حقیقت به عنوان یک شکاری رهگیر و نقطه توسعه پیدا کرده و وظیفه داره تا در لایه آخر دفاع هوایی به سرعت اسکرامبل کنه و با تهدیدات درگیر بشه. به همین علت هستش که این جنگنده در زمینه برد و توان حمل سلاح و رادار ضعف داره. رادار میگ 29 ساخت شرکت فازاترون هستش و علارغم برد مناسب نسبت به زمان خودش در زمینه پردازش و تفکیک اهداف و همچنین مقاومت در برابر جنگ الکترونیک مشکلات زیادی داره. البته در ازای تمامی نقاط ضعفی که گفته شد، میگ 29 یک نقطه قوت هم داره و اون هم چالاکی بالای این جنگنده هستش. میگ 29 به عنوان یک شکارچی نقطه‌ای از چالاکی فوق‌العاده بالایی برخورداره، به شکلی که هنوز هم یکی از چالاک‌ترین جنگنده‌های دنیا به حساب میاد و در نبرد داگ فایت از پس تمامی جنگنده‌های نسل 4 برمیاد. تا
تسلیحات میگ 29 ایرانی شامل موشک رادار نیمه فعال R27، موشک فروسرخ R60 و موشک فروسرخ R73 هستش. در زمینه تهاجمی هم میگ‌های ایرانی توان حمل بمب‌ها و راکت‌های غیر هدایت شونده را دارد. ایران در مجموع 18 فروند نسخه تک سرنشینه A و 6 فروند نسخه دو سرنشینه UB را دریافت کرده. این جنگنده‌ها هم اکنون در پایگاه‌های تبریز و تهران مستقر هستند. اما می‌رسیم به جنگنده بعدی، یعنی سوخو 24. دیگر جنگنده روسی که به فاصله چند سال از پایان جنگ وارد ایران شد، جنگنده سوخو 24 هست. این جنگنده دو موتوره و دو سرنشینه در حقیقت به عنوان یک جنگنده تهاجمی همه‌فن حریف توسعه پیدا کرد. سوخو 24 از دو موتور توربو جت بهره می‌بره و در دماغه به دو رادار مجهزه که یکی از اونها برای تعقیب عوارض زمین و دیگری برای شناسایی اهداف استفاده میشه. مهمترین مزیت سوخو 24 رو باید توان پرواز اون در ارتفاع پایین بدونید. این جنگنده به واسطه استفاده از بال متغیر و یک سامانه راداری برای تعقیب عوارض زمین توانایی بالایی برای پرواز در ارتفاع پایین و حتی در شب رو داره. گفته شده که ایران 12 فروند از این جنگنده رو به شکل مستقیم از شوروی خریداری کرده. البته 24 فروند سوخو 24 هم از سمت عراق به ایران پناهنده شدن و به ناوگان ما اضافه شدن. سوخوهای ایرانی هم اکنون در پایگاه شیراز مستقر هستند و به تسلیحات هدایت شونده مثل بمب‌های سری کاب در انواع 500 و 1500 کیلوگرمی و موشک‌های ضد رادار خاپ 58 مجهز هستند. بعد از سوخو 24 میرسیم به یاک 130. جدیدترین جنگنده خریداری شده توسط ایران، جنگنده ی آموزشی رسمی یاک 130 هستش. این جنگنده ی روسی دو سرنشینه از دو موتور توربوفن بدون پاسوز استفاده میکنه و البته خب مادون صوت هم هستش. تا الان حداقل دو فروند از این جنگنده تحویل ایران داده شده، اما جزئیات قرارداد مثل تعداد کلی یاک ها و یا تسلیحاتی که برای اونها خریداری شدند هنوز کاملا مشخص نیست. یاک 130 های ایرانی در حقیقت برای آموزش خلبان های سوخو 35 وارد کشور شدند و به زودی باید شاهد ورود این جنگنده هم به ایران باشید. خب رفقا، به پایان برنامه امروز هم رسیدیم. خیلی ممنون که ما رو تا این لحظه همراهی کردید و امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید. به رسم همیشگی منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادهای شما عزیزان هستیم و تا برنامه بعدی همه شما خوبان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.